فاروق که برادر زن شاه بود بگید که این پیغام رو بره محمد رضا شاه برسونه که ما با پدرتون کاری رو کردیم که دیدی خودت اگر رو تو زیاد کنی همون بلا رو بر سرت میاریم. این با این ضعف شروع میکنه کار رو، ولی خیلی زود سعی میکنه که قدرت خودش رو اضافه بکنه. نقشش در ماجرای نفت به گمان من بسیار پیچیده تر از اونی که تا به حال تلقی میشد. من اینها رو بر اساس گفتگوهایی که با سفیر آمریکا انگلستان کرده نشون دادم، خیلی بازی پیچیده ای داشت میکرد در رابطش با مصدق. دوباره نقشش بسیار پیچیده است به این معنا که یک سال و نیم در برابر پیشنهاد کودتای انگلیس علیه مصدق مقاومت میکرد، میگفت من حاضر نیستم این کودتا انجام بشه، میگفت باید یه راه قانونی پیدا کنیم برای اینکه مصدق رو بیرون کنیم. میخواست مصدق رو بیرون کنه ولی میگفت کودتا من حاضر نیستم بکنم، و جلوش وایساد تا اینکه مصدق مجلس رو منحل کرد و شاه به این نتیجه رسید که حق قانونی عزل مصدق رو داره. ولی رفتنش از ایران، یعنی فرارش از ایران، در واقع فرار بیموقعش از ایران، خیلی زود ترس برش داشت و رفت، چه بسا که میتونست به تلاش برای ساقط کردن دولت مصدق صدمه بزنه، و اونجا به نظر من اعتبار شو تا حد زیادی از دست داد. ولی وقتی که برگشت دوباره میبینیم که قدم به قدم در جهت همین بست قدرت خودش گام برمیداره. اولین مانع رو خود تیمسار زاهدی میدونه، برای اینکه تیمسار زاهدی کاملا بر حفظ حقوق نخست وزیر پافشاری میکرد، و شاه در واقع بعد از بازگشت از روم به تدریج تصمیم میگیره که خودش نخست وزیر ایران بشه، و عملا هم اینطور میشه دیگه. بعد از زاهدی به استثنای دوران امینی نخست وزیر واقعی ایران شاهه، رئیس قوه اجرایی شاه. آقای دکتر میلانی، اگر نگاه کنیم در دوران جمهوری اسلامی و در دوران پادشاهی یک اتفاق مشابه میفته. در هر دو دوران ما ناگهان مواجه با جهش هایی در افزایش قیمت نفت میشیم، و درآمد سرشار ایران به تناسب هر دورانی و میزان این درآمد در دوران جمهوری اسلامی قابل مقایسه با دوران پادشاهی نیست، به تب تعداد و میزان جمعیت ایران هم قابل مقایسه نیست و قصر آزم. نکته ای که من دارم اینه که در دوران جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی این پول رو میگیره و صرف حزب الله لبنان غیره و غیره و غیره میکنه، بخشی از این درآمد صرف توسعه طلبی سیاسی جمهوری اسلامی است. اما در دوران پادشاهی، پادشاه ایران افزایش درآمد نفت رو بر حال سهمی رو برای مردم ایران قائل بود، و خب خیلی اتفاقات افتاد، اقدامات بسیار مثبتی هم در دوران پادشاه در گذشته ایران اتفاق افتاد. اگر شما قرار باشد که به این بر مبنای متن کتاب به این اقدامات اشاره بفرمایید، مهمترین کارهای مثبتی که در دوران پادشاهی اتفاق افتاد اونها رو چه میدونید؟ اولا واقعا قیاس این دو دوره از لحاظ اونچه که با نفت کردن درست نیست، اصلا من فارغه. برای اینکه دو نکته بهتون به عنوان مثال عرض بکنم، در پنج سال اول دولت احمدی نژاد، دولتی که الان به عنوان دولت رمالان و کفبینان از طرف خود آقایون معرف میشه، چیزی نزدیک به 250 میلیارد دلار ایران درآمد داشته. این بیشتر از تمام درآمد ایران در دوران 50 سال پهلوی است، و در 50 سال پهلوی اینا یک ایرانی رو که در آستانه فروپاشی بود، واقعا ملوک و طوایفی بود، در تمام مملکت یه دانشگاه وجود نداشت، ارقامش رو من نوشتم اونجا، اصلا شگفت انگیزه. ببینید
میزان فقر و فقدان ابزار بهداشتی در ایران چنان بود که بین 1900 تا 1918، یعنی فاصله 18 ساله، حداقل 25%، به یه روایت 40% جامعه ایران جان خودش رو از دست داد در نتیجه قحطی، وبا و آنفلوانزای اسپانیایی. یعنی میگم حداقلش 25%. شما فکر کنید در یه 18 سال در آمریکا 25% جامعه جان خودش از دست بده، 80 میلیون در آمریکا بمیرن. یه چنین بلایی بر ایران حادث شده و یه چنین وضعیتی بوده. خب اینا ایران با این وضعیت گرفتن، در 78 ایرانی رو تحویل آقایون دادن که از لحاظ اقتصادی حداقل با ترکیه برابر بود، اگر از ترکیه جلو نبود. شما وضع ترکیه امروز رو ببینید، وضع ایران رو نگاه بکنید، میفهمید که چه بلایی بر سر ایران در نتیجه این ماجرا آمده، با درآمدی که به مراتب بیشتر بوده. اصلا این یه وجهی که قیاس رو معرفی فرق میکنه. دو اینکه در تمام اون دوران یک مرکز برای فروش نفت وجود داشت، شرکت نفت بود در دوران شاه، حسابش هم روشن بود، پول از اونجا وارد حساب شرکت نفت میشد، بود سازمان برنامه و بودجه وقتی که وجود داشت. درسته در بعضی مواقع شاه مثلا خیلی جلوگیری میکرد که ارکان مختلف دولت میزان واقعی نفت رو بدونن، ولی حساب کاملا روشن بود. یک فروشنده وجود داشت برای نفت ایران، شرکت نفت بود، یک حساب وجود داشت که به اون حساب وارد میشد. آقای خامنه‌ای یه دفعه تصمیم گرفتن که بخشی از نفت رو بدن به سپاه پاسداران، گفتن از بعد سپاه پاسداران یه مقداری از این نفت رو بفروشه بدون هیچ مبنایی که در قانون وجود داشته باشه. الان به گفته خود آقایون پولهای شرکت نفت، پول درآمدهای شرکت نفت به چند حساب واریز میشه. کی حسابها رو داره؟ کی میدونه که چه شده؟ وقتی خود آقایون در مجلس میگن، خود آقایون میگن، نه اپوزیسیون خارج کشور، آقایون میگن که چندین ده میلیارد دلار معلوم نیست چه شده. مثلا این قیاسش با اون دوران غلطه. این اصلا یک سیستمی است که یک نفر، یعنی ولی فقیه، خودش رو مالک مطلق همه چیز میدونه، به خودش حق میده که هر کاری میخواد با درآمد، نه تنها درآمد نفت بلکه با هر زمینه ای، حتی زمینه سیاسی بکنه. شاه در تمام 37 سال یه بار مستقیما یه نفری رو وزارت منصوب نکرد. ممکن بود پشت پرده، نه ممکن بود میگفت به هویدا، میگفت فلان کسو بردار، فلان کسو بذار. خواهر شاه به هویدا میگفت فلان کسو بردار، فلان کسو بذار. این کار کاملا اتفاق میافتاد، تو کتاب من نوشتم. ولی اینکه رأسا دستور بده به رغم موافقت یا مخالفت نخست وزیر که من فلان کسو منصوب میکنم برو سر کارت، اصلا هرگز چنین کاری متصور نبود در اون رژیم. آقای میلانی، اقدامات زیرساختی پادشاه در گذشته ایران، عمده ترینش به نظر شما در تغییر چهره ایران و مدرنیزه کردن ایران چی بود؟ من فهم کنم شاید مهمترینش پایان دادن به فئودالیسم بود. یه سند سفارت انگلیس میگه شاه کاری کرده که در 2000 سال اخیر در ایران پادشاهی جرأت نکرده بود، یعنی پایان دادن فئودالیسم. فئودالیسمی که در ایران 2000 سال حداقل به یه روایتی 1500 سال را فرق نمی‌کنه ریشه دارترین نظام اقتصادی بود، شاه برش انداخت. به یه روایتی برانداختن این فئودالیسم باعث سقوطش شد، برای اینکه این روستایی‌هایی که به شهر آمدن چون جذب رژیم نشدن، جذب اون شبکه روحانیت شدن که خدمتتون عرض کردم، اومدن در حاشیه ها نشستن و چون رژیم شاه خودش دستگاهی برای جذب اینها نداشت و چون با اینکه وضع خودشون بهتر شده بود، شاه انتظاراتشون رو خیلی بیشتر بالا برده بود، دیگه
خانواده احمدی نژادی که از ورامین مثلا میان براشون کافی نبود که وضعشون بهتر از باباشون باشه. حالا شاه بهشون گفت شما در حد آلمان باید زندگی بکنید، در حد ژاپن باید زندگی بکنید، و چون برآورده نمیشد و برآوردگی برآورده شدنی اصولا نبود، نمیشد در ظرف 5 سال ایران رو به آلمان رسوند. این نارضایتی اینها رو تبدیل کرد، این روستاییان به شهر آمده تبدیلشون کرد به سربازان انقلاب. ولی پایان دادن به فئودالیسم، وارد کردن زنان به عرصه اجتماعی، که البته زنان خودشون 60 سال قبل شروع کرده بودن مبارزه بکنن، فقط محمد رضا شاه نبود که این کار کرد، ولی با اسبانی اون تغییر اساسی در قانون اساسی که به اینها اجازه رأی بده، خانوم ها اجازه رأی بده، حق انتخاب شدن بده، یک گام اساسی در تاریخ ایران بود. تعداد دانشگاه هایی که باز شد در ایران، تعداد کسانی که داشتن در مدارس در جاهای مختلف تحصیل میکردن، تعداد پزشکا، ارقامش رو من آوردم در کتاب، واقعا یک تحول مدرنیزاسیون اساسی و با یه سرعت ویژه‌ای بود. آقای دکتر میلانی، این توضیحاتتون که بسیار به اجمال هم فرمودید، ولی من رو هیجان زده کرد. چرا این اقدامات توسط جامعه ایرانی و به ویژه روشنفکران ایرانی درک نشد؟ چرا رابطه شاه و روشنفکران ایرانی قطع شد؟ اگر رابطه زنده‌ای بین شاه و روشنفکران ایرانی باقی مونده بود، چنان که بین سالهای 1320 تا 1332 شاه ارتباط زنده با روشنفکران ایرانی لااقل با تعدادیشون داشت و حتی جلسات خصوصی تشکیل میداد، حتما شما دقیقا به این رسیدید، در کاخ و دیدارهایی داشت، چرا این رابطه قطع شد؟ دلایل قطع این رابطه، تا چه حد شاه مقصر بود در این، تا چه حد روشنفکران ایرانی، و نتیجهش اتفاقی بود که 1357 افتاد. من فکر میکنم باید پیشفرض سوال رو اندکی درش تأمل کرد. این به نظر من درست نیست که همه روشنفکران با شاه مخالف بودند. منتها جامعه روشنفکری مخالف شاه، عالم مقال به اصطلاح، دیسکورس فرهنگی جامعه رو یه جوری شکل داد که اگر کسی با شاه همکاری میکرد دیگه به تعریف روشنفکر نبود. آل احمد در جا انداختن این مفهوم نقش خیلی مهمی داشت. شما کتاب خدمت و خیانت روشنفکرانش رو بخونید، یا مقاله‌ای که در مورد فریدون و هویدا نوشته، میگه کتاب فریدون و هویدا، رمان فریدون و هویدا قابل بررسی نیست، برای اینکه این خدمتکار رژیم کتاب روشنفکری نیست.